امین آقا، امین آقا، بله بله اومدم آقا، اومدم. چی شده؟ خبری کاکا؟ چطور شده؟ اتفاق افتاده؟ چی شد؟ ای وای بابا هم بود سوزه. چرا اینجور جور به هم ریخته شده؟ عجیبه، عجیبه. من خودم صبح تا حالا اینجا بودم، از جامم تکون نخوردم، نه کسی اومده نه کسی رفته. ما تا حالا یه همچین چیزی نداشتیم اصلا. یه تلفن بزنم به پلیس بیارم. نمیخواد زنگ به پلیس بزنی. اینت گفتم که حواستو جمع کنیم. من بعد کلید هر جایی ننسی، دست هر کی توش نرسی. همین شما هیچی، اعتبار مسافر خونه از بین میره قربونت. آقا جون من در خودم باز گذاشتم، حواسم جمع نبوده. شما در باز گذاشتی؟ بله. چی اینجا رو به هم ریخته؟ آقا دنبال چیزی میگشتم، خودم اینجا رو به هم ریختم. شما بفهمی. باشه شما اجازه من یه نگاه بکنم. چی رو نگاه کنیم؟ میگم من حواسم جمع نبوده، در باز گذاشتم. شما حواست فقط به این کلیده باشه. منبت حواست رو جمع کن. بفهمی؟ مطمئنی؟ من حالم خوب میشه. آره مطمئنم. بفهمی؟ دست شما درد نکنه. خیلی هم سلام علیکم. سلام. با خانم دو تا روحلایی کار داشتم. نیست برم بشه پرم تشکر به هم بسته است. هزار تا کار باید برش انجام دادم که ندادم. چی کار کنم؟ چی کار کنم؟ من همینجوری شب خورم چهار ساله بعد عمل میکردم. دکتر گفتم معجزه است زندگی. سلام خانم دکتر، خوبه؟ لحیام خوبه. ما هنوز مهمون خونه ایم، چیکار میتونم بکنم غیر از دنبال کردن خبرهای تصادف؟ دیدم تو تلویزیون، خبری شده؟ چند سالشه؟
آزمایشش انجام شده؟ نتیجه آزمایش؟ تو رو خدا خانم دکتر. من اینجا چی شده؟ دیشب یه تصادف شده، یه اهدا کننده توش بوده. اهدا کننده؟ آره، خانم رولایی زنگ زد. چون؟ باید ناشتا ببریمش دیگه. اهدا کننده رو برای سر گوشی آب بده، فقط ببین با این تماس نگرفته باشن. من میرم دنبال بریم. ندیدیش؟ خودم پیداش میکنم. بریم صد ماست خریدن؟ ما یه 4 کیلو خیار. صد ماست شد سه. لایه رو ندیدی؟ نه من ندیدم. شاید رفته باشه بود. شو؟ خب دیگه حساب چادر محمود هم اونده 20 تومن دارو تشخاشی بهش بودی کار. 20 کیلو شد. بیا. به شما زنگ نزده. چی؟ از بیمارستان. نه خبری شده. موبایل تو روشنه؟ موبایل روشنه؟ کبد پیدا شده؟ بله، کبد اومده، اما آزمایش کردن دیدن به لعیا میخوره، به شانه میخوره. خب، به من خبر ندادن؟ بله، خبر ندادن. خب، اونا کارشون درسته، حتما آزمایش کردن دیدن فقط به لعیا میخوره. اگه بهش مون خب شما رو قبل میکردن. ببخش، من جواب تلفن بدم. ببخش، بریم. لایو کو تو خاک و پل. دختر تو اینجا چی کار میکنی؟ دارم درس میکنم. آخه اینجا باید بیبشینی؟ به من چی شده؟ خب برای اینکه من دارم مسئله اتاق تو ضد عفونی میکنم، بعد تو خود میمالی توی خاک و خلا. این آتو آشغالا چیه میخوری؟ مامون چت شده؟ انگار چیزی ساره خبری دادم؟ خودش کارت اهدای عضو تو جیبش بوده. واقعا؟ آره، خود خانم دکتر زنگ زد. این دفعه یه جوری مطمئنم. پاشو پاشو بریم یه چیز بهت بدم بخوری تا صحبت داشته باشی. فقط آب. نگفتن کی بوده؟ چیکار داریم کیه؟ چی بیاد؟ عجب بودم با معرفتی کارت اعتراض داشته. اومدی یا؟ بیا اینجا، اینو نها کن. چیه؟ خودم درستش کردم. کفترم دوتا جوجه کرده توش. اینو دست نزنی بهشون ها، اینا بادره نمیشینه رو تخمش. نه به اون اذیت کردن ها، نه به حاله این کارت. خوشن یلا؟ ایشاله به زودی زود دخترتون به شادی و سلامتی خوب خوب میشه. چشم مام روشن میشه. سلام علیکم. ها شیرازی ها عروسی بی سرسی داره اصلا دوست نمیداره. اول میریم مطرب میبینیم، بعدا معین میکنم و دعوتی.
پشکر چند تا بسته از این سوپ اومده ها هست؟ یکی رو مازم بگیر از اونم بگیر. مبارکا باشی ایشالله. من سوپم بلدم درست کنم ها. نه بابا دستون برد نکنه، از این وقتا ندارم. بگیر چه آشغالایی بخورم. پولم با تو هست؟ بله. مادر چیز عجیبی، انگار دنیا رو بهش داده. خانم تا رفتی بالا یکی به موبایلش زنگ زد. به موبایل کی؟ همین آقای صابر از بیمارستان. نمیدونم دیگه، رفت تو در و بست. سلام. سلام. با شما تماس گرفتم. چی گفتم؟ خانم به خدا قسم میخورم که من اصلا دلم نمیخواد کوچکترین مشکلی برای شما به وجود بیاد، اونم برای دنیا که من این اولاد خودم دوستش دارم. میخواید فردا صبح بیاید؟ فردا صبح قراره به این آزمایش بگه. از کجا معلوم که به هم بخوره؟ من چند روز به عزیزم گفتم، مشکلاتم رو گفتم. به خدا برام مردم نیست، به الله برام مردم نیست. چیزی به بچه ها نگید، هیچی نمیدونم. ببخشید. من دعا کنم که قرار ازش کرده بگیم. بله ها میشه که میدونم. بابا بله. بله نگفتم دخترم عجله نکن، صبر داشته باش. نه قرار نشد از این حرفا بزنیم. بیا ما از آقا خانم من خوشحالم چون میبینم شما خیلی خوشحالید. ایشالله که همیشه دلتون شاد باشه. خب مبایزتون من به حساب بریم خریدیست. خب حل شد با مشکل؟ مشکل به این مشکل آقا یارو از این سگ اخلاقا بود، یه نگاه غضب‌آلودی به من کرد و پشت میزم قبودا پلند شد اومد سمت من. دیدم یا اول فصل حداقل شد چهار برابر زد زیر گوشه. گوش کن حالا برات بگم. برگشت بهم گفت تو به سر این عزیز آقایی؟ گفتم بستگی داره. خب بستگی به چی داره؟ گفتم بستگی به این داره که آقای محترم شما حسابتو با سرکار خانم همایونی صاف کنی تا آخر همین هفته یا نه. برگشت گفت اگه نکنم لاتشو بکنم. دست گذاشتم رو هاردش. گفتم ببین آقای محترم این هارد شما سیگه درسته؟ همه زندگی تم این توه. ببین من این هاردو برمیدارم، تو بخوای دنبال من بیفتی رد منو از بابام بزنی، من این هاردو تو کامپیوتر یه دکمه داره به نام دیلیت، من اون دکمه رو میزنم تمام زندگی و عکسای شخصی تو غیر شخصی و اسناد نداره که همه رو پاک میکنم میره. آقا یارو چشاش براق شد، تو اومد به خودش بنجا به هاردو برداشتم فرار. این من بوده اون بوده، من بوده اون بوده، داد زد بگیریدش. آقا این مور و ملخ از این گولاختر از خودش ریختن دنبال من. وای وای تو اگه بدونی من با چه بدبختی اونجا فرار کردم. بالاخره داد پوله رو؟ داد. اوه با گریه زاری. همون روز به عزیز آقا گفتم اگه خسته شدی و میخوای خودتو بازنشسته کنی من مشکلی ندارم، یه جایگزین کار بلدتر از تو پیدا کردم میذارم جات. من خودم هم نمیدونم
این کارا رو از کجا یاد گرفته؟ پسر کو ندارد نشان از پدر. من اصلا تو عمرم به یه بچه تو نگفتم. خب همینه دیگه، پدرم از سرت بی کلا مونده. بهزاد خان دیگه داری زیرا به باباتو میزنی ها. خب آخه راست میگم دیگه، آدم نتونه از حقش دفاع کنه که بابا سرش کلا میره. پاشو آره یکم بهت خندیدیم، هوا برد نداره، حرفی زیادی هم نزن دیگه. تو حالا خیلی مونده یه سری از این چیزا رو بفهمی. خانم شما چرا زحمت کشیدید؟ بودم میریختم دیگه. نشه جان. منم دارم چای میخواد، واسه همه چای میاری. شما نخیر. شما فقط باید عرقاس نمیخوری. بیمزه. آقا صابه. سلام. سلام. خوبی؟ ممنون. باش. کجا؟ انگار حالش خوب نبود. حال خودت مهمتره. ماما شب فردا نبینمش. یه نیم ساعت میرم پیشش برمیگردم. لازم نکرد. بعد استراحت کن. الان؟ تازه سر شبه. من اصلا نمیدونم نسبت تو با اون آدم گنده چیه که میشینیم با هم حرف میزنیم. ماما شما این بهزاد رو نشوندی اینجا که یه چرت و پرت بگه مسخره بازی در بیاره، من حالم خوب بشه، استرسم کم بشه. دست شما درد نکنه. خب اگه غیر اینه بهزاد. بره لگه راست میگه، بچه خواهد بدم نیست. مامان آقا صابر که آدم خوبیه، چرا میگی نه؟ خانم بذار بره، ضرر نداره، ممکنه با هم حرف بزنن، طرف دلش به راه بیاد. امروز خیلی صافه میکردیم. گاهی میگیره گاهی اقلی میکنه. پس بیاین چایتون رو بخورین که سرد نشد. تو خودت خوردی؟ من که فعلا ممنوع خوراکم، از ظهر تا دهی بشکه آب خوردم. از من نمیخورم. نه بابا شما که واسه تو اشکال نداره، شما بیاین بخورین. من ندارم، شوخی کردم. هنوزم واسه آقای سام حرف میزنیم؟ میخوا باشه حرف بزنیم دوباره؟ آره، امشب شب دیگه است. آره واقعا من نیست فردا چی میشه. سلام آقای سام، دوباره منم. امشب یعنی
در واقع فردا صبح قراره بالاخره منو ببرن اتاق عمل. اصلا نمیدونم چی میشه، یعنی هیچکی نمیدونه. معلوم نیست من زنده از اون اتاق بیرون بیام یا نه. امشب اومدم پیش بابای شما. خدا کنه فردا همه چی خوب پیش بره، همه چی خوب پیش بره، منم سالم برگردم. آخه هنوز یه عالم کار دارم، یه عالم آرزو دارم که هنوز انجامشون ندادم. مثلا میدونی یکیشون چیه؟ میخوام برگردم تهران، بیام پیش آقا صابر، ببینم صحیح و سالمن، برگشتن پیش شما، همه دوره همین شادیم. تو رو خدا قدرشون رو بدونی. من کمین دیدنشون هم عالم خوب میکنم. خوش به حال شما که تازه پدرتون هم هست. من بابامو از دست دادم، اما تو همین چند روز که به بایسا انگوشتم خود چشمم یه دفعه تو خوب بشی، من مطمئن. هر زمان به حضور شما عذاب کن. شما معنی دلالگیر میدونی چیه؟ دارم خدمتون معنی دله، دله نه نه وقتی یه پسر موقع زن استدنشون میشد مامانش یعنی مادرش مامان. همراه مادر شوهری همراه یه کسی کاری بلند میشدن میرفتن در خونه در میزدن تواستون پیش منه هر در میزدن میبینن که دختر خونه دار. وقتی که دختر خونه داشت متوجه که هستی. آره متوجه. چی گفت؟ چی اصلا خیلی حرف نزد، انگار حالش خوب نبود. چطور؟ نمیدونم فکر کنم داشت گریه میکرد. راجب فردا صبح که قراره بری بیمارستان چیزی نگفت؟ نه هیچی نگفت، فقط برام دعا کرد و گفت انشالله همه چی خوب پیش میره و به سلامتی برمیگردیم. راستی عزیز آقا گفت امشب یه سر بریم پیشش باهاتون کار داره. خیلی باشه. اون چرا راجب مریضش چی نمیگه؟ نمیدونم. خب برو ببین چی میگه. من میام شب. آره دیگه الان برو. نخوابیده؟ نه. واقعا نمیدونستم باید چیکار کنم، به چی بگم، به هر کسی هم نمیتونستم اعتماد کنم جز شما. خب یه مدت خوب داشتم نگاهت میکردم، دیدم آدم سالمی هستی، خدا پیغمبر تو زندگی هست، هر رو محرم رو میفهمی، پس یه همچی آدمی امانتی منو میرسونه به مقصد. چه امانتی؟ اون شب برات میگفتم این مختاری رفیقم، رفیق که نه همون شریکم، آدم بسیار ناتوییه، یه سند پیش منه که خودم از چنگم در بیاره و کاملا منو محرم کنه از این شرکت. نمیدونم چی کارش بکنم، با خودم ببرمش بیمارستان یا توی وسایل بذارم، نمیدونم. با همین آقا حساب کتاب اجرا کردم، هیچ حساب کتابی ما نداریم، فقط میمونه این وصیت نامه و با این سند. همین. خب اتاق عمله دیگه، تعارف که نداری که، پر از خطر. این نوارم زد کردم به پسرم احسان، اگر خدای نکرده اتفاقی برای من افتاد خیلی هم هر بشید دستش برسید ممنون میشم. این هم نم توی زیپه چه بدونه بچه های من آدرسی از من ندارن، بیمارستان همیچه آدرسی نداره، نمیدونه به کی باید خبر بدیم. اگه اتفاقی برای من افتاد بهشون خبر بدیم،
اداورداری کنن. ممنون میشن ازت. فقط میمونه این وصیت نامه که میذارمش تو دچه بخاری. انجامش میدم. خواهش از آنجا به شرط عمر جبران کنم. سالشو جمع کرده صبح بیاد بیمارستان. پس چی کارت داشت؟ بکشو میگه اگر زیر عمل اتفاقی برام افتاد وسایلمو برسونی دست زن بچه. چی شده خان؟ دارم دیوونه میشم. نکنی که اینجوری با خودتون خانم همه چیزو بسپرید دست خدا. من دردتون رو حس میکنم. به خدا هم خدا شما رو دوست داره هم نهی خانومو. یه فرجی میشه. چه فرجی؟ فردا هم مثل روزهای قبل تشخیص میدن وضع یکی دیگه وقتی میتونه زودتر از دختر من بکنن از چه اتاقه همه باز باید منتظر یکی دیگه باشم یه بدبختی که یه اتفاقی واسش بیفته از بین بره آیا کبدش مخوره به لعیه یا نه میگم خانم شاید فردا نظرشون عوض شد گفتن لعیه خانم اورژانسی تره چه میدونم آزمایش نشون داده که این کبد بهش بیشتر بخوره چی داری میگی؟ صدات کردم منو دلداری بدی؟ من چی بگم خانم من از چیزی دیگه ای که نمیتونم بگم باید از همین حرفا بزنم دیگه نمیشه باید یک کاری بکنم نمیذارم این دفعه چو پوچ بشه نمیذارم عزیز آقا هر وقت چشامو میبندم جنازه بچه همو رو دست ها میبینم جلسه بچه همون دست آمید خدا نکنه خانم این حرفا رو نزنید ما رو بیشتر ناراحت نکنید
یعنی چیکار کنیم خانم؟ یه جوری یه کاری بکن نتونه بیاد یا دیر برسه بیمارستان. اصلا بی خیال نوبت اول دوم لیست بشه تو وقتی که لحیه رو ببرن تو اتاق عمل. نمیشه خانم، اون الان کمودی میشه بسته، صبح زود راه میفته میاد دیگه، حالا ما چجوری جلوشه بگیریم؟ یه بهانه پیدا کن دیگه، یه کاری بکن. یعنی مثلا بلای سرش بیاریم؟ حالیت هست چی داری میگی؟ بلای سرش بیاریم یعنی چی؟ مگه ما تبهکاریم؟ مگه ما قاتلیم بلای سرش بیاریم؟ نه، فقط میگم معطلش کن، تو راه رو نگرش دار، تو اتاقش نگه دار، یه کاری بکن دیگه. فقط تو وقتی که لحیا بره تو اتاق عمل. میفهمه داستان میشه واسم؟ فقط تا یه مدتی، تا مدتی که لحیا بره اون تو، کار تمومه. نمیدونم راستش خانم، من اینجور جایی خود ترس دارم از اینکه لحیا دووم نیاره تا به کبد بعدی برسه. ترس داری؟ آره، ولی خب چی بگم آخه؟ اصلا میخوای در قفل کن روش؟ در قفل کنم؟ آخه خانم اونجا مهمون خونه هست، کلی مسافر داره، کافیه دری بزنه، دادی بیداد را بندازه، همین امین آقا میاد در رو وا میکنه، کلی آبروی حیثیتمون میره. من نمیدونم باید چیکار بکنی، فقط میدونم جون دخترم برای مهمه. ببین چیکار باید کرد. امین آقا نترسید. سلام. سلام خانم مایی. سلام. چرا سر جاتون نمیدید بخوابید تو اتاق؟ داشتم با گوشیم برمیرفتم یا خوابم بار در پایینم نبستم. من بستم. دست شما درد نکنه. ببخشید خانمه، من میخواستم چیزی به شما بگم. عزیز آقا صدامو داری؟ Thank you.
تا همین تن بدنم هنوز داره میلرزه. مگه قراره چی کار کنی که تن بدنت این بچه ها داره میلرزه؟ همه اون سالایی که میرفتی دنبال طلبکاری های منو میامدی میگفتی نمیشه، یارو پول نمیده، از خیر این پول بگذرید، همین داستانا رو داشتی؟ همینقدر میجنگیدی؟ پسرت خوب شناختتت که میگه بابای من مال این کارا نیست، شناختتت که چقدر عرضه داری. خواهش میکنم رومان اینجوری قضاوت نکنید، من تو زندگیم هر کاری تونستم برای شما انجام دادم. این از همه کارهایی که کردی مهمتره. نمیتونم پورا خانم، گناه داره. دختر من گناه نداره؟ اون گناه داره که قصی و قلبه؟ میدونه ما تو چه شرایطی هستیم، دختر من چقدر حالش بده. همین جایی که وایسادی بهش التماس کردم، خودم رو خار و خفیف کردم که یه ذره به دلش رحم بیاد، اما فقط به فکر خودش بود. شما مردا همه تون همینجوری، چاکرم، مخلصم، نوکرم، اما به پای عمل که میرسه هیچ. یارو خودش حالش خیلی بده خانم. یارو اگر اینقدر حالش بده چجوریه که با اون حالش بلند میشه میره تو موتور خونه پای بساطش؟ اون مرده، بزرگتره، قویتره. دختر من ضعیفه، قدرت نداره. چند وقت دیگه یه کبد گیرش میاد حالش خوب میشه. شما اگر بدونید تو اون اتاق لعنتی وقتی حالش بد میشه من چه جوری جمع جورش میکنم. ناراحت نشید، باش، ولی من نمیدونم چی بگم. هر اتفاقی بیفته که نمیفته خودم بگردم میگیرم، زندگی تو زیر رو میکنم. به فکر آیندت باش، آینده پسره بهزاد. میشنوی چی میگم؟ هستی؟ یا خودم این فکری بکنم؟ رعیا مامان زودتر حاضر شو بری. اومد زود نیست؟ نه گفتن صبح زود اونجا بشید دیگه. نمیدونم چرا دیشب اونها خواب بد دیدم. جیغینا نکشیدم؟ نه مامان چیزی نیست، نگران نباش، اینا همش طبیعیه. چیزی شده؟ نه نگرانی؟ نه بابا نگران نیستم، هیجان زدم. از چی؟ از اینکه امروز همه چی تموم میشه. هنوز نمیست همه چی تموم میشه. چرا؟ تموم میشه، دلم روشنه، شک نکنم.
شرم به این دنیا به این در